خداوندا دلم بی تاب عشق، سر و جان و تنم بر باد عشق. زمین و آسمان و کوه و در و دشت همه زیبا و از آثار عشق. همان عشقی که از بحر من و ما، همان عشقی که از بحر من و ما لباس جسم پوشید، بر زمین گردید هویدا. ندیدم عاشقی عاشق تر از او، کجا پیدا شود مانند او کو. دل و دین و وجودم برد از دست، ز عشق و مهر او من گشته ام مست. آمین، هللویا. چه عشقی برتر از آن که خدایم بداد جان عزیزش را برایم. آمین آمین. با درود خدمت بینندگان ارجمند، خوشحال هستیم که در یکی دیگه از برنامه‌های امید جاودان میتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. از خداوند میخوام که با حضور پر از عشق و محبتش در منازل شما و همچنین در کنار ما باشه، تا بتوانیم از کلام او نیز برکت گرفته و شما نیز به آنچه که نیکوس از دستان خداوند نیز دریافت کنید. همچنین جا داره درود بفرستم خدمت خواهر عزیزمون ماهمنی. خوشحال هستیم که نیز با ما هستید. خواهش میکنم. منم میخوام درودی داشته باشم خدمت شما خواهران و برادران عزیزم و همینطور سپاسگزاری کنم از خداوندم عیسی مسیح که این فرصت رو به ما داد تا یک بار دیگه مهمان شما عزیزان باشیم. و همینطور تشکر کنم از تمام شما عزیزان که چه از طریق تلفن ها و چه فیسبوک و یا ایمیل هاتون باعث تشویق و دلگرمی ما هستید و خدا رو شکر میکنیم برای جواب دعاها. آمین. شکر برای آزادی کشیش ندرخانی و آمین. متشکر هستیم از تمام شماها که متحد شدید و دعا کردید برای این عزیز. آمین. همینطور میخوام از شماهایی که بار اول هستین برنامه رو نگاه میکنید، اگه آمادگی دارید قلم کاغذ بیارید که شما هم توی گروه جهانی دعای ما با ما متحد بشید. اسامی که اعلام میکنیم شما هم براشون دعا بکنید. آمین. برادر رسول، نمیدونم الان باید سوالی رو که خواهر عزیزمون چند هفته قبل که من توی برنامه بودم پرسیده بودم و ما فرصت نکردیم در اون زمان بهشون جواب بدیم، براتون ازتون بپرسم. و اون این بود که این خواهر عزیز پرسیده بودن که چرا خداوند بدی را آفرید؟ بله. چرا؟ البته خب سوال ایشون بله. سوال درستی نیستش، به خاطر اینکه ما میدونیم که خداوند هرگز بدی‌ها رو نیافریده، بلکه خدای ما خدای نیکویی هستش. همونطور که قبلا نیز عرض کردم خدمت شما و بینندگان ارجمند، این هستش که کلام خداوند وقتی در همون شش روز اعلام میکنه خداوند جهان رو آفرید، نیز اعلام میکنه بعدش که چه نیکو آفرید. پس خدای ما خدای نیکویی هستش. اما قبل از که جواب سوال شما رو بدم، بینندگان ارجمند رو نیز میخوام متمرکز این کنم که برنامه ما برنامه زنده هست عزیزان، میتوانید تماس بگیرید. اگر موضوع دعایی دارید خوشحال میشیم که بشنویم و برای این دعا کنیم. اگر شهادتی هست تشویقتون میکنم برای بنای دیگران نیز، همچنین بنای ما نیز، لطف کنید شهادت هاتون رو بگید و اگر سوالی هست در خدمت شما عزیزان نیز هستیم. اما بریم با هم دیگه تثنیه 30:15 رو نیز داشته باشیم نسبت به سوالی که شما فرمودید، تا عزیزان نیز تماس بگیرن بتونیم قسمتی از سوال خواهرمون رو نیز جواب داده باشیم. که حقیقتا خداوند جهان رو بهر عشق و محبت آفرید و هدف مقدس داشت از خلقت، و این هدف این بود که انسان به شباهت خدا کامل بشه. ما هم تا می‌بینیم که در متی 5:48 عیسی خداوند نیز تمرکز شاگردان رو در این قسمت قرار میده که کامل شوید همچون خدای پدر. آمین. پس هدف در مسیر کامل شدن در موقعیت‌های محبت و عشق ورزی بود. اما انسان‌ها از آنجایی که از استاندارد درست الهی و هدف مقدس خدا دور شدن، متاسفانه نتوانستن به اون هدف بزنن، به اون تارگت بزنن. از این رو بودش که دست به اندیشه و احساسات و افکار و بالاخره رفتاری زدن که از اون نیز بدی‌ها پدید آمد. اما ممنون میشم این آیه رو نیز بخونیم بشنویم از خواهرمون. بله. ببینید، من در برابر شما زندگی و نیکی، مرگ و بدبختی را قرار می‌دهم. بله. پس می‌بینیم که کلام خداوند اشاره به این داره می‌کنه که خوبی و بدی در مقابل ما هست. در کتاب تفسیری نیز اعلام می‌کنه، که تثنیه 30:15، من امروز مرگ و زندگی،
بدی و خوبی را در برابر شما قرار دادم تا یکی را برگزینید. این رو بدونیم که خداوند انسان رو آزاد آفریده. پس بنابراین وقتی که خدا انسان رو آزاد آفریده، نمیخواد اون آزادی رو از او بگیره، بلکه خدا نیکویی ها رو برای انسان آفریده. از آنجایی که انسان مسیرش رو نیز منحرف کرد از هدف مقدس خداوند، پس بنابراین در چاله و دامهای بدی ها گرفتار شده. پس این دو راه در مقابل انسان هست. انتخاب رأی نیز با خود انسان هستش. اگر بریم با هم کتاب جامع 7:29 رو نیز که سلیمان نویسنده اون هست رو بشنویم، میبینیم که سلیمان نیز به این موضوع اعتراف میکنه که خداوند همه چیز رو به نیکویی آفرید، اما این رأی انسان بود که متاسفانه منحرف شد و نتوانست در آنچه که درست هست نیز قرار بگیره. ممنون میشم. پس به این نتیجه رسیدم که خدا انسان را نیک و درستکار آفرید. بله. اما او خود را به مسائل پیچیده گرفتار کرده است. بله، متاسفانه میبینیم که این خود انسان هستش که در اصل رأی دیگه‌ای رو انتخاب میکنه. توجه به علت خلقت خودش نمیکنه. توجه به این نمیکنه که برای چه هدفی نیز آفریده شده، بلکه هر موضوعی رو دلیل بر این میدونه که بتونه در مقابل اون نیز بدی کنه. حتی اگر ما در تورات نیز نگاه میکنیم به کتابهای 5 کتابی که نوشته شده و کتاب شریعت نیز نگاه میکنیم که موضوع قصاص حتی مطرح میشه، قصاص رو نیز خداوند به انسان نداد که انسان در مقابل هر بدی همون بدی رو انجام بده، چرا که در گذشته رسم بر این بود اگر کسی در مقابل مشکلی و یا دعوایی و یا درگیری ایجاد میشد چشمش رو از دست میداد، اون شخصی که باعث این موضوع شده بود اون رو میگرفتن میکشتنش. پس بنابراین کلام خدا داده شد که انسان بر اصل انصاف رفتار کنه. انصاف گفتیم یعنی 50-50 که بتونه همون عمله که بر او انجام شده نیز بر دیگری داشته باشه. پس بنابراین میگه چشم در مقابل چشم، دندان در مقابل دندان. اما میبینیم که خداوند ما عیسی مسیح تعلیماتش بر این اصل هست که ما بتونیم حتی در مقابل کسی که ما سیلی میزنه آن روی خود را نیز برگردانیم، بتونیم برای دشمنان خودمون نیز دعای خیر و برکت کنیم، چرا که عیسی مسیح به ما قوت اون رو به توسط روح القدس نیز داده. شاعر اعلام میکنه ما عادت خود بهانه جویی نکنیم، جز راست روی و نیک خویی نکنیم، با هر که به جای ما بدی ها کرده است گر دست دهد به جز نیکویی نکنیم. پس ما نمیتونیم بهانه‌ای داشته باشیم نسبت به این که من در مقابل بدی ها نیز باید بدی بکنم. و ما میبینیم که متاسفانه در این ایام چه اتفاقایی میفته. حتما در جریان هستید که وقتی فیلمی رو توی آمریکا به هر دلیلی درست میکنن، متاسفانه مسلمانان متعصب و میشه گفت فالانج، نه همه مسلمانان ولی عده‌ای از مسلمانان هستن که در فکر جنگ و جدل هستن، در مقابل فیلمی، در مقابل شعری سری میان عکس العمل تندتر از اون رو ایجاد میکنن. یعنی در مقابل فیلمی که برفرض به نظریه خودشون بد درست شده و توهینی به پیغمبرشون بوده، میان افرادی رو میکشن. یعنی به اشد مجازات نیز تنبیه میکنم. این یعنی انصافم نیست، حتی چشم در مقابل چشمم نیست، دندان در مقابل دندانم نیست، بلکه بالاتر از اون رو دارم. یعنی ما در این عزیزان، امیدوارم به کسی بر نخوره، در این افراد تند و فالانج ما میبینیم که حتی قبل از این که کلام خدا تورات بگه اینها دارن عمل میکنن. یعنی این عزیزان هنوز حتی به قوانین و شریعت مسیح هم نرسیدن، موسی هم نرسیدن، چه برسه به مسیح که در مقابلش بخشش هستش. و اگر ما بخوایم واقعا به این گونه بخوایم این رو توهین بدونیم، فراموش نکنیم هموطنان عزیز، بزرگترین توهینی که تا به امروز شده به مسیحیت خود قرآن هست. یعنی قرآن بزرگترین توهین به انجیل خداوند هست، چرا که در انجیل کلام خدا اعلام میکنه عیسی مسیح پسر روحانی خدا هست. عیسی مسیح به خاطر گناهان بشریت رفت روی صلیب مرد و پس از 3 روز قیام کرد، اما قرآن این رو نمیپذیره. پس این توهینه. آیا باید مسیحی ها در مقابل او جبهه بگیرن؟ و میبینیم چنین کاری رو نمیکنن. علتش این هست، البته مسیحی هایی که حقیقتا مطابق کلام خدا زندگی میکنن. ما کاری نداریم به اینکه
یه کشیشی بر اصل افکار بازم فالنجی خودش میاد بدونه که از کلام خدا اطاعت بکنه، میاد قرآن رو آتیش میزنه. اون به هیچ وجه تایید کلام خدا نیست و ما هم تایید نخواهیم کرد. خدا هم چنین چیزی رو نخواسته، عیسی مسیح هم چنین چیزی رو نگفته، اما میاد از روی افکار خودش این کارو میکنه. در مقابلش ما میبینیم حالا مسلمون ها و یا هر باور دیگه ای اگر بیان روش مثل اون رو انجام بدن، دوباره این همون متاسفانه رسیدیم به دوران موسی که شریعت میگه چش در مقابل چش، دندان در مقابل دندان، که ما میبینیم متاسفانه حتی از این نیز بدتر عمل میکنن. پس خدا قوانین الهیش نیز ضرورت زندگی انسان هستش که بتونه در اون مسیر زندگی پاک و خوبی رو هم برای خودش داشته باشه و هم نیز برای دیگران داشته باشه. خب بنابر این اینجا برای من این سوال پیش میادش که خود کلام خدا هم ما رو تشویق میکنه، یعنی پیشنهاد میکنه به ما محبت و رعایت قوانین رو. بله بله. و همتون نیکویی کردن. بله بله. اگر لطف کنیم بریم تیتوس 1-8 رو داشته باشیم، در کناری که خواهر ما نیز این آیات رو میارن، تشویقتون میکنم عزیزان، مشروط بر این که موضوع دعا دارید و یا شهادتی هستش و یا اگر در رابطه با موضوعاتی که داریم صحبت میکنیم میتونیم باعث برکت باشیم برای بینندگان دیگه نیز، از شما عزیزان میخوام که نیز با ما باشید و تماس بگیرید. ممنون میشم. بخیر. 1-8 فرمودیم. بله بله. از تیتوس 3:1-8. بله. 3:1-8. ممنون. به آنها خاطر نشان ساز که مطیع حکمرانان و اولیای امور بوده و از آنها اطاعت کنند و برای انجام هر گونه نیکوکاری آماده باشند. به آنها بگو که از هیچ کس بدگویی نکنند و از مجادله دوری جسته ملایم و آرام باشند. با تمام مردم کاملا مؤدب باشند، زیرا خود ما هم زمانی نادان و نافرمان و گمراه و بردگان انواع شهوات و عیاشی بودیم و روزهای خود را به کینه‌جویی و حسادت می‌گذرانیدیم. دیگران از ما نفرت داشتند و ما از آنها متنفر بودیم، اما هنگامی که مهر و محبت نجات دهنده ما خدا آشکار شد، او ما را نجات داد. اما این نجات به خاطر کارهای نیکویی که ما کردیم نبود، بلکه به سبب رحمت او و از راه شستشویی بود که به وسیله آن روح القدس به ما تولد تازه و حیات تازه بخشید. زیرا خدا روح القدس را به وسیله عیسی مسیح آمین. نجات دهنده ما به فراوانی به ما عطا فرمود تا به وسیله فیض او کاملا نیک محسوب شده و مطابق امید خود وارث حیات جاودانی گردیم. این سخن درست است و می‌خواهم به این مطلب اهمیت مخصوصی بدهی تا آنانی که به خدا ایمان دارند فراموش نکنند که خود را وقف نیکوکاری نمایند، زیرا این چیزها برای آدمیان خوب و مفیدند. خدا را شکر. آمین آمین. فکر نمی‌کنم زیاد توضیح بخواد دربارش داده شده باشه. ما آنچرا که خواهر عزیزمون نیز خوند میتونیم در رومیان 13:1-5 نیز اون رو داشته باشیم. در اول پتروس 2:13-14 نیز به اون اشاره میکنه که بتونیم ما مسیحی‌ها به طور خاص از قوانینی که قوانین درست هست، یعنی قوانینی هستش که بر اصل عدالت هست، انصاف هست، اون رو رعایت کنیم و این نباشه که حتی اگر یه موقع مشکلاتی در دولت به وجود میاد، در نظام دولتی به وجود میاد، بلا فاصله دست به شورش و انقلاب نزنیم، چرا که همین باعث خواهد شد که اصلا مدام توی دنیا شورش باشه و بیشتر به فکر این باشیم که ترمیم کنیم، بیشتر به فکر این باشیم که اصلاح کنیم. البته به هیچ وجه کلام خدایی رو نمیگه که اگر دولت هایی هستن که مردمشون رو تحت آزار و رنج قرار میدن و میخوام برای مثال خود نظام جمهوری اسلامی رو بگم که 33 سال هستش که مردم ما رو تحت فشار قرار داده و هر کسی رو که یک باور دیگه ای داره مطابق حالا قرآن شده، مطابق میشه گفت احادیث شده، روایت ها شده، اون شخص و یا اون افراد رو تحت آزار قرار میدن. پس مردم اعتراض نکنن. فراموش نکنیم که خود خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا 18:22 و 23 نیز میبینیم که وقتی که به او سیلی میزنن،
او میگه چرا به من زدید؟ اگر سخن من سخن درستی نبود، پس باید به من اعلام کنید، ثابتش کنید. پس این گونه نباشه که ما بگیم به هیچ وجه نباید اعتراض کنیم. اعتراض ما نیز باید همچون خود مسیح باشه. مسیح اعتراض کرد اما فحاشی نکرد. مسیح اعتراض کرد اما توهین نکرد و مرگ نگفت. مسیح اعتراض کرد اما اعتراض اون با احترام بود. از این رو هستش که ما نیز اگر میبینیم در دولت‌هایی هستن که بر ما کنترل دارن، در هر کشوری که دارن به ما به هر دلیلی مشکلی برای ما ایجاد میکنن و ستمی رو وارد میکنن، ما نیز با احترام باید به آنها نیز اعتراض بکنیم. سکوت ما اشتباه هستش، اما اینکه ما بخوایم دست به شورشی بزنیم بدون اینکه حکمت الهی بر ما باشه، مسلماً خودمون رو در چاله‌های دیگه‌ای گرفتار خواهیم کرد. پس حکمت نیز و خرد نیز اونجا باید عمل کنه نسبت به عکس العمل ما در مقابل آنچه را که از طرف دولت‌ها و یا از طرف محلی که کار می‌کنیم و حتی بریم توی یک مجموعه کوچکتری مثل خانه. توی خانه ما می‌بینیم که یه موقع مشکلاتی هست از طرف والدین، از طرف برادر بزرگتر. این گونه نباشه که ما بلا فاصله عصبانی بشیم و با بدبینی و با بدخویی نیز بخوایم کار رو نیز خرابتر کنیم. فردوسی نیز اعلام میکنه خرد برترین هدیه الهی هست و خداوند میخواد این خرد و این حکمت رو ما داشته باشیم و در مسیر زندگیمون نیز از اون استفاده کنیم. آمین. موافق هستید که با هم اولا شما عزیزانی که آره، برای دعا می‌خواستم همینو بگم. آره، می‌خواستم اینا... قبل از اینکه از شما یه سوال بپرسم که قبل از اینکه آره، یه نمونه چون... ازتون از کلام بخوام خواهش. این اسامی رو اعلام کنیم، اسامی رو بخونیم و نشستن یه شهادت کوچولو هم من دارم میتونم بدم اونا. بعد اول اسامی رو میخونیم بعدش بریم. اگر کارگردان تلویزیون نیز موافق بودن یا سرودی رو بشنیم و یا شهادتی رو ببینیم. بفرمایید. خدایار عزیز که برای بیماری قند دعا خواستند، خواهر فخری برای ایران خواستند که ما دعا بکنیم، برای کشور ایران. اریک فرزان و حمید آزاد از استانبول درخواست دعا دارن از تمامی ماها. مریم جان دعا برای بدهکاری که دارند، نجمه برای دادگاهی که در پیش داره و همینطور برای زندگیش. بله. و زهرا جان مشکلات کاری و خانوادگی. دعا برای مهرداد، ایمان، میلاد برای باز شدن راهی که در پیش خواهند داشت و همینطور آقایی که تماس گرفتند و اسمشون رو ندادند و گفتند که برای مشکلات مالی و زندگی من دعا کنین. گیتی جان برای پارکینسون، موسا برای مشکلات زندگیشون و مشکلات مالیشون، علیرضا و طلعت برای آرامش در زندگیشون، ماتیاس دعا برای کارش که استرس نداشته باشه و مهری برای آرامش و برکت مالی، علی جان که تنگی نفس دارند و دعا برای شفا میخوان، فریبرز برای بدهی که دارند که خداوند برطرف کنه این بدهی رو از زندگیشون، ماری محمد فرزاد که یکدلی و محبت رو درخواست کرده بودن، مریم جان که رشد ایمان رو خواسته بودن، زهرا جان برای مشکلات زندگیشون، مژگان برای رشد ایمان، برادر حمید برای پیدا کردن کار، فریدون شیما برای کار پناهندگیشون، اسدالله برای زندگی شخصیشون، زهرا از بابلسر برای سلامتیشون و فاطمه برای زندگی خانوادگی، لیلا برای مسائل مالی و زندگی خانوادگی. خیلی ممنون. پس بقیه شاید توی وقت دیگه توانستیم. آره. چون اسامی بسیار هستش و میخوام